سال 1364 مجاهدین به این نتیجه رسیدن که در مقابل رژیم آخوندی پیشتازان مبارزه یا به زبون امروز لیدرها زنان هستند. چرا؟ چون بنمایه تفکر آخوندها زن ستیزی و مرد سالاریه. مجاهدین با هزاران زن مواجه بودند که با وجود محدودیت‌های اجتماعی وارد مبارزه شده بودند. اونها بعد از یک جمع‌بندی فشرده به این نتیجه رسیدن که برای مبارزه با حکومت زن ستیز آخوندی باید اول خودشون از هر نوع تفکر مرد سالاری و جنسیتی به اندازه کافی فاصله بگیرن تا بتونن با این نوع از مبارزه و رهبریش سینک و همسو بشن. این جمع‌بندی نقطه شروع پدیده‌ای بود به نام انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین. انقلاب ایدئولوژیک تو مراحل مختلف اجرایی شد و مجاهدین وقتی مطمئن شدن کار درستی دارن میکنن دیگه هیچ درنگی نکردن، هرچند منجر به این شد که میلیون ها صفحه فحش و ناسزا بهشون بدن. برای ضربه زدن به مرد سالاری اولین قدم پذیرفتن هژمونی و رهبری عملی زنانه. مریم ازدانلو یا همون مریم رجوی که در اون زمان خودش یکی از شاهد مثال‌های پیشتازی زنان بود به عنوان همردیف رهبری مجاهدین معرفی شد. اون با سنت شکنی ها و حرف های جدیدی که داشت به همه فهموند که برای مبارزه با هیولایی به اسم خمینی باید همه انرژی مثبت درون رو آزاد کرد. اون از رهایی زنان، رهبری زنان و ورود اونها به صحنه مبارزه صحبت میکرد. واویلا، مغز فندقی های فاسد، همون هایی که امروز هم به زنان ایرانی میگن شما میخواین لخ بشین، همون هایی که به زنان ایران تهمت هرزگی میزنن، وقتی مریم و مسعود رجوی رو کنار هم دیدن هزاران صفحه فحش و اتهام جنسی رو به سمت مجاهدین روانه کردن که البته هنوز هم ادامه داره. بسیجی ها و سپاهی ها، لابی های نظام تو خارج، شوینیست های شیخ و شاه، همه احساس خطر می کردن. حتی بعضی از دوستداران مجاهدین معتقد بودند که در مقابل این حجم از اتهام و فحش مجاهدین بهتر کمی عقب بکشن. اما مجاهدین گام بعدی رو هم برداشتن. مسعود رجوی از سمت مسئول اولی یا همون دبیر کلی کنار رفت و مریم رجوی به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق معرفی شد. همزمان دوران جدیدی در مجاهدین شروع شد. آدم‌ها حول همین مبحث، یعنی کنار زدن ایدئولوژی مردسالاری و اندیشه اون، درونن متحول می شدن و به اصطلاح خودشون انقلاب می کردن. چرا؟ چون ناگهان احساس میکردن با فاصله گرفتن از دیدگاه‌های سابقشون میتونن تبدیل به آدمای دیگه‌ای بشن و نگاهشون به مبارزه هم عوض بشه. اونها معتقد بودن هر کس باید از خودش بپرسه راستی در اعماق ذهن زن رو وابسته به مرد میدونی یا یک انسان قوی و مستقل؟ وقتی کسی رو میبینی اول زن یا مرد بودنش برات بولد میشه یا انسان بودنش؟ سوال بعدی از اینکه خدا یا مثلا طبیعت فلان شکل و قیافه رو بهت داده چقدر تحت تأثیر هستی؟ چقدر این موضوع برات مهمه؟ و چقدر بقیه رو با همین نگاه میسنجی؟ راستی پیشینه اخلاقی آدم رو بیشتر برات مهمه یا وضعیت سیاسی اونها؟ اصلا پاکدامنی رو چی تعریف میکنی؟ بله، مجاهدین حرفهایی میزدن که در اون سالها خیلی جنجالی به شمار میرفت. اونها از ادبیاتی استفاده میکردن که برای اذهان فاسد سیبل انواع فحش ها بود. رهایی زن، مریم رهایی، انقلاب درونی، رهبری نوین زنان. و اما در قدم بعدی مجاهدین کاری کردند که از همه اقداماتشون عجیب تر بود، چون مجاهدین فقط اهل حرف نیستن،
اونها سلسله مراتب تشکیلاتی سازمانشون رو به طور کامل زیر و رو کردن، به طوری که همه مردها از با سابقه ترین تا کم سابقه ترین به شکلی مستقیم یا غیر مستقیم تحت فرماندهی زنان قرار گرفتن. دفتر سیاسی و بعد از اون هیئت اجرایی منحل شد و به جای اون ارگانی تشکیل شد به نام شورای رهبری متشکل از 24 زن، اتفاقی که شاید برای اولین بار در تاریخ بشر می افتاد. در مورد فردا ایران در برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی، قانون رسمی برابری کامل زن و مرد در همه زمینه‌ها و از جمله مشارکت در رهبری سیاسی. اونها باز هم با این انتخاب احساس تحول و به قول خودشون انقلاب می‌کردند. انقلابی که هنوز هم درون مجاهدین حول مسئله انسان، رهایی، آزاد شدن انرژی‌ها، دیدگاه‌های نو و مدرن، نفی جنسیت‌گرایی و فردگرایی منفی ادامه داره. همین اواخر 8 زن جوان به عنوان همردیف دبیر کل مجاهدین انتخاب و معرفی شدند. و جالبه بدونید مجاهدین پر انرژی بودن خودشون رو، دستاوردهاشون رو و انسجامی رو که دارن ناشی از همین انقلاب ایدئولوژیک درونی میدونن، ناشی از کشفی که مریم رجوی کرد و گفت آری سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند، صدای آنان تا جاودان تنین خواهد داشت.